برادرمون آرش چند بار اشاره کرد در مورد محبت خدا، خدا چقدر ما رو دوست داره. امروز هم توی سرودها هم همینطور هم خوندیم. مثلا این سرودها رو انتخاب کردم که مثلا ما خودمون قلب خودمون باز میکنیم، عیسی دوستت دارم، تو نور من هستی، تو چشمه زندگی من هستی، و برحال احساسهای خودمون رو به حضور خداوند میاریم و با کلمه خودمون میگیم چقدر دوستش داریم. و ما میدونیم که هر محبتی که از طرف ما سمت خدا میاد فقط و فقط به خاطر اینکه اول خدا ما رو محبت کرد. آمین. محبت در من وجود نداشت، فقط محبت برحال میگم جسمانی بود که ناقص و برحال پر از خودخواهی بود. فقط زمانی که عیسی مسیح آمد محبت خودش رو نشون داد، و نه فقط نشون داد بلکه زمانی که ما پذیرفتیم او رو عنوان خداوند ما، اون موقع اولین چیزی که ما به دست بیاریم این بار گناهمون برداشته میشه، یک سبکی، یک آرامشی به دست میاریم. بعد از این یواش یواش یاد میگیریم یا به دست میاریم چقدر خدا ما رو دوست داره، و این هم همه چی رو به وسیله ایمان ما دریافت میکنیم. و اولین چیزهایی که در زندگی تقریبا میتونم بگم افراد اتفاق میفته زمانی که اولین بار که این من میگم بوسهای آسمونی خدا رو میچشیم، اون موقع عاشق میشیم و اون موقع شروع میکنیم به همینطور قربون صدقه رفتن و دوستت دارم عیسی مسیح. و این قسمتهای دورانهای اول کودکی ماست، اینطوری که ما اینطوری رشد میکنیم. فقط بعد از یک مدت دیگه اون موقع مشغول کارهای خودمون میشیم، اونقدر زیاد درگیر دنیا میشیم، و از تجربه میتونم بگم که زمانی که مشکلهایی شروع میشن، زمانی که ما توی کلیسا هستیم، توی کلیسا برای چیزهایی میبینیم، چیزهایی میشنویم. و یادم هست زمانی که ایمان آورده بودم، یعنی عاشق کلیسا بودم، خدا رو شکر تا امروزم اینجا مونده این عاشق کلیسا، چون خانه خداست، خانه با پدر من، خانه باباست، از اینجاست که تغذیه شدم. بدون کلیسا هیچ موقع نمیتونستم اینجا بیستم، نه فقط اینجا بیستم، اصلا در دنیا زندگی کنم. و همه ما یک داستانهای خودمون داریم. فقط بعد از یه مدتی که این محبتها رو چشیدیم درگیر زندگیمون میشیم، و یه جوری این محبتهایی که قبل از این داشتیم، این اشتیاقی که برای خداوند داشتیم، یواش یواش خاموشتر میشه. و هر چقدر درگیر زندگیمون هم میشیم، وقتم برای کلیسا نداریم، وقت برای خدا نداریم، وقت برای کلام خدا نداریم. و بعضی وقتا میبینم که خیلی افرادی هم هستن که کم و پیش میان کلیسا، باید کار کنن، قرض دارن یه جای دیگه، باید به هر حال یک شنبه هم باید کار کنن، نمیتونن بیان. به هر حال این چیزایی باعث میشه که یواش یواش این محبتی که قبل از این داشتیم برای عیسی مسیح از دست میدیم. نه، این تجربه همه، فکر میکنم همه ما داریم. و سوال من امروز اینجا اینطوریه، و خدا هدایت کرد منو، تقریبا 2 هفته پیش بود در دعا و روزی بودم، و خدا اینو گفت که آیا واقعا زمانی که رفتم پیش خداوند همینطور گفتم عیسی عاشقانه دوستت دارم، و گفته که چطور نشون میدی که دوستم داری؟ اوکی، تو کتاب مقدس اینجا میگه که هر کسی احکام من رو نگه میداره نشون میدی که منو دوست داره. و همینطور که صحبت میکردم یا دعا میکردم، همینطور تو منظره‌ای بودم، و هوای خیلی عالی بود، آسمونم باز بود، همینطور احساس میکردم او روی تخت نشسته و اونجا به من نگاه میکنه، پدرم در دست کنارش هست، همینطور میگم عیسی دوستت دارم، و اینطور میگم همه چیز مال توست. و گفته که چطور نشون میدی که واقعا منو دوست داری؟ چون زمانی که ما
روبروی کسی هستم، روبروی نسرین هستم، همسر منه، زن منه، یه چیزی هست که نگاه میکنم، میتونم ملاقات داشته باشم، میتونم صورتش رو ببینم، رفتارش رو ببینم و میتونم اینجا یک ارتباطی برقرار کنم، میگم که واقعا دوستت دارم یا عاشق تو هستم. همینطور قربون صدقه میریم با هم دیگه. فقط زمانی که روبروی خدا هستیم، خدا محبت، الان نمیام با احساسات خود آ دوستت دارم، یه جوری لوس، چی میگن؟ منظور من میفهمی، یعنی یه چیزی نیست که برم تو آغوشش بگیرم و بگم آخه دوست دارم. یه روح، خدا روح هست و چطور میتونم بهش بگم که واقعا دوستت دارم. و همینطور که میرفتم گفتم خدا من همه چی مال توست، و یهو متوجه شدم که زمانی که ما میگیم خدا دوستت داریم، از چه نوع میتونیم واقعا نشون بدیم که واقعا دوستش داریم؟ ما معمولا خیلی احساساتی هستیم و دوست داریم بیایم حضور خداوند. زمانی که تو پرستش هست، زمانی که خدا میاد یه لمسی به ما میکنه، اون موقع هست که هیجان زده میشه و همینطور هم شروع میکنیم عاشق تسم زانو میزنه به حضور خداوند. زمانی که از کلیسا رفتیم بیرون توی زندگی نرمال ما، اونجا هستن آیا واقعا اونجا تو جامعه‌ای که قرار می‌گیریم، سر کار هستیم، آیا واقعا اونجا دوستش داریم؟ و این سوالی بود که خدا تو قلب من گذاشت و می‌خوام با شما در میون بذارم که همه چیز به هر حال از قلب ما شروع میشه. مثلا کلا میتونم بگم قلب نشانه محبته و تمام دنیا هم دنبال حلال محبت هستیم. ما الان تو این قرن 21 که فقط آیه من هر کاری هر جایی میریم اینو نشون میدیم، قلب دوستت دارم، قلب دوستت دارم. و و زمانی که معمولا ما میگیم عیسی مسیح دوستت دارم، خودت میتونی امروز فکر کنیم در موردش. اگه میگیم که خودت میگی که من خداوند دوستت دارم، پس و همینطورم مخصوصا میگه عیسی جان قلب خودم رو به تو میبخشم و هر چیزی که من دارم مال توست. ما ایرانی هم خیلی در این قسمت خیلی قوی هستیم، آلمانی اینطوری نیستن، یعنی خودمو میندازیم زیر دست خدا. سرودهایی که تون چند مدت هم میخونم، یعنی واقعا مثل که حل شدی در حضور خداوند، بعد از این بیدار میشی دوباره یه قهرمانی میشی میری جلو. و خداوند میگه که زمانی که میگی که قلبم به تو میسپارم، قلب مرکز زندگی ماست، درسته یا نه؟ پس زمانی که قلب خودم رو به خدا میسپارم، پس دستای من کجاست؟ دستام مال کیه؟ پاهای من مال کیه؟ گوش من مال کیه؟ چشمای مال کیه؟ و دهن مال کیه؟ و بعضی وقت هست که میگم یا خودمون به خدا هم اینطور بیشتر به خودمون فریب میدادیم و فکر میکنیم الان با کلام خودمون که میگیم خدا قلب خودم رو میسپارم، امیدوار هستم امروز هم اینم یاد گرفته باشیم، یاد بگیریم. منظور اینه که هر چیزی که هر اعضایی که تو داری یا هر عضوی که تو داری، همه چی متعلق به عیسی مسیح باید باشن، درسته یا نه؟ من نمیتونم بگم قلب خودم رو به تو میدم فقط دستا مال منه، پاها مال منه، چشما مال منه، بقیه چیزا مال منه، قلب من به تو میسپارم. مثل که گول میزنیم، مثل این قلب رو به تو میدم، تو پرش کن با محبتت، لمس کن، یک ملاقات صمیمانه اونجا داشته باشم. فقط دستای خودم دیگه مال منه، پاهای من مال منه، هر چیزی که الان میخوام انجام بدم دیگه متعلق به تو نیست. تقریبا مثل این که من به شما یک ماشین هدیه بدم، موتورشو بردارم. ماشین بدون موتور به درد نمیخوره، نه؟ الان
دستای تو جلوی چشمت بیار و بگی نگاه کن به دستای خودت، به دستای خودت نگاه کن، این دستا مال کیان؟ به پاهای خودت نگاه کن، این پاها مال کیان؟ این پاها تو رو کجا میبرن؟ این چشمانی که الان به من نگاه میکنی این مال کیان؟ و این گوشهایی که میشنوی مال کیان؟ این گوش ها برای چه چیزی استفاده می کنین؟ اگر میگی که قلب من مال عیسی مسیح، عیسی مسیح واقعا دوستت دارم، هر چیزی که هست به تو میدم، یعنی گوش ها مال توست، این زبان مال کیه؟ نمیدونم، شاید اولین بار این موعظه رو، این تعلیم رو میشنوین، این زبانی که الان این دهنت که حضرت زبانم هست مال کیه؟ پشت این زبان، توی پشت این دهن تو کیست؟ مال کیه؟ و میتونیم گوشا برای چه چیزی استفاده میکنیم ما؟ و چشما هم همینطور مال کیه؟ پشت این چشم کی نگاه میکنه؟ و این چشم چقدر مال خودمه که استفاده میکنم برای خودم؟ این چیزهایی هست که میگم که زمانی که من دعا میکردم میرفتم، این تمام چیزهایی هست که خدا باز میکرد برای من، گفته که این وضع کلیساست و خدا گفته سه نوع ایماندارهایی، ایماندارهایی که الان تولد تازه وجود دارن. یه دونه ایمانداری هست که قلبش، زندگیش متعلق به خودشه. دومین مسیحی ها هستن که قلبش متعلق به خودشه، فقط بدنش رو به من فقط بعضی وقت قرض میده. گوش کردین؟ خداوند برای این قسمت، برای این کار دستای خودم، پاهای خودم رو میبخشم، به تو قرض میدم، مال تو نیست، مال منه، فقط من به تو قرض میدم، من برای تو میخوام خدمت کنم، یا کارهایی برای تو انجام میدم، فقط بعد از این که برمیگردم دیگه دوباره مال خودمه، برای خودم استفاده میکنم. میدونی تصور کنی؟ نه خیلی خوب فکر میکنم. برای چیزایی که واقعا من میتونم جلال پیدا کنم به تو قرض میدم و اسمن استفاده کن، و زمانی که استفاده کردی به تو قرض دادم، آخرش هم برای جلال بر نام تو میگم. فقط معمولا نرمال برداری نگه، آخرش هم یه قسمت های جلالای خودمون رو برمیداریم، فقط دوباره برمیگردیم به زندگی شخصی خودمون، اونجا دیگه خداوند دیگه این دست و مال منم، پاها مای من است، چشم مال منه، گوش مال منه، دوست دارم چیزای غیبت هایی که هستم میشنوم، زبانم همینطور به هر حال شروع میکنم به صحبت کردن، هر چیزی که دوست دارم، من دوست دارم، چون قلب من متعلق به خودمه، به این خاطر برای خودم استفاده میکنم. و سومین ایماندارا اونایی هستن که قلبشون، بدنشون، همه چی که دارن متعلق به خداوند سپردن. این سه تا ایماندارهایی هستن که وجود دارن. و توی کتاب مقدس هم ما هم اینم میخونیم که در رومیان باب 12 آیه 2 خیلی قسمت خیلی قویه که ما اشاره میکنیم، و اینجا میگه که لحظا ای برادران و خواهران، شما رو به رحمانیت خدا استدعا میکنم که که چی؟ بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذارید،
که عبادت مقبولش ماست. بدنها یعنی چی؟ شکمم؟ بدن، دست، مغز من، پاهای من، انگشت من، هر چیزی که هست این بدن منه دیگه. بدن یک قسمتی است. میگه که ای برادران و خواهرانم، اینطور میگم که آخر خواهرها یه چیزی نداشته باشن اونجا نفشه، فقط برادرها، یا برادرها باید بدنهای خودشون، خواهرها نه، که بدنهای خود رو قربانی زنده. قربانی یعنی چی؟ یعنی خودت رو کلن سپردی ما به عیسی مسیح، مال خودت نیست. موافق هستی؟ کلام خداست. بعد از این میگه که هم شکل این دنیا نباشین و بعد ادامه میده. همینطورم زمانی که در رومیان، مثلا رومیان باب 6 در موردش صحبت میکنه، در مورد تعمید صحبت میکنه که دیگه شما مردین، دیگه دفن شدیم، دیگه در تازگی حیات باید زندگی کنیم. یعنی الان این بدنهای ما که الان وارد در گناه زندگی میکرد، نفس ما همینطورم، نفس ما پر از گناه بود، ما مردیم، ما الان خلقت تازه شدیم. زمانی که ایمان آوردیم، تولد تازه رو به دست آوردیم، الان خلقت تازه شدیم. و اینجا در رومیان باب 6 آیه 12 تا 13 اینجا میگه که پس گناه در جسم فانیش ما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلت ناراستی شوند. یا اعضای بدنه خودت الان که شما خلقت تازه هستین، در اختیار گناه نسپارین. این اعضای بدن تو معمولا مال خداست میگه، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلت عدالت برای خدا باشند. یعنی میگه که این اعضای بدن تو، میگم که از سر شروع میشه، از چش شروع میشه، از دماغ شروع میشه، از دهن شروع میشه، از گوش شروع میشه، دستا، انگشت، پا، هر چیزی که هست در اختیار خدا برای عدالت خود استفاده کنین. کسی هست که میگه یه بله آمین درسته؟ بعد از این آیه 19 میگه که زیرا همچنان که اعضای خود را بندگی، و این بندگی اصل ترجمهش به زبان یونانی میگه برده، یعنی برده یعنی زیر اسارت انسانیت کهنه بود، گناه بود، خیلی قوی تره بنده از بندگی یا برده. میگه که زیرا همچنان که اعضای خود را بندگی یا برده نجاست و گناه برای گناه سپردید، همچنین الان نیز اعضای خود را به بندگی عدالت برای قدوسیت بسپارید. یعنی ما اینطوری که میخواد خدا با ما صحبت کنه، میگه که ببین اگه میگی که من تو منو دوست داری، این محبت کردن، دوست داشتن، یعنی خودت رو به من بسپاری. و اینم به هر حال ما در تعمید انجام دادیم که خداوند دیگه نمیخوام من زندگی کنم، میخوام تو زندگی کنی در من. یا زمانی که قلبت خودت رو بسپاری، باید یواش یواش یاد بگیریم و باور کنیم این بدن مال تو نیست، این تمام دستا مال تو نیست، اون بازخرید کرده از دست شیطان. متوجه هستین؟ بدنهای فانی ما که باید سی پژمرده می شدن، می مردن و ما باید سی می رفتیم جهنم، خدا آمده بازخرید کرده این بدنهای ما و یک روز هم شریک جلال او خواهیم شد و بدنهای تازه ما به دست بیاریم. آمین. و این بدنهای تازه الان در حال حاضر با این دستا، با این اعضای بدنهای فانی ما، خداوند میگه شروع کن به من نشون دادن، یعنی خدمت کردن، یا به اختیار من بذار. این
معمولا باید میرفت جهنم، من تو رو بازخرید کردم، الان به اختیار من بذار که من در تو که هستم به وسیله تو بتونم شروع کنم کار خودم رو انجام بدم. متوجه هستین؟ یه چیز خیلی حساسیه و یه چیز خیلی عالیه. بدنهای ما تبدیل نمیشن همینطور که فقط این اعضای بدنم شروع کنم استفاده کنم برای دنیا، برای خودخواهیهای خودم، بعد از این میگم الان بدنهای جلال داده رو میخوام داشته باشم. با این بدن چه کاری برای خداوند میکنیم؟ و برای کار کردن فقط نیست ها، فکر نکنین الان میگیم که از فردا شب دیگه باید شروع کنیم به کار کردن، در مورد این قسمت صحبت خواهیم کرد. فقط مهم اینه که اینجا بگی که الان باید خودمون رو، اعضای خودمون رو برای عدالت استفاده کنیم. و برای عدالت استفاده کردن یعنی باید ببینیم که اراده خدا چیه که بتونیم اینجا همینطور استفاده کنیم. و زمانی که الان به عیسی مسیح نگاه کنیم، کوتاه از خودمون برداریم ببریم عیسی مسیح، چون عیسی مسیح الگویی هست که ما باید بشیم، نه درسته؟ ما باید تبدیل بشیم به شباهت او، که ببینیم که شخصیت او چی بود، چطور خودش محبت خودش رو نسبت به پدر نشون داد و نسبت به ما نشون داد. اوکی؟ به او نگاه کنیم. عیسی مسیح از ما یه چیزی نمیخواد، نمیگه که الان بدنهای خودتو بدین و خودش اینطوری خودش رو نسپرده باشه. یعنی هر کاری که خداوند عیسی مسیح از ما میخواد خودش هم انجام داده با این بدن خودش که مثل ما انسان شد. در فیلیپیان باب 2 میبینیم که لیکن عیسی خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفته، بگیم صورت غلام را پذیرفته و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت، موت صلیب مطیع گردید. یعنی اینجا میبینیم که عیسی مسیح خودش زمانی که آمد این بدنهای ما رو ورداشت، انسان شد، مطیع غلام شد، غلام پدر شد و حتی غلام ما شد، شروع کرد به خدمت کردن، از این بدن خودش استفاده کرد، از این دستاش، از این پاهاش استفاده کرد که ما رو، تک تک اعضای بدن ما رو نجات بده. زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم، بعدش میگه پونتیوس پیلاتوس، الان نگاه کنی چه اشاره میکنه، نمیدونم متوجه شدین یا نه. میگه که آنگاه عیسی با تاجی از خار و لباس ارغوانی بیرون آمد، پیلاتوس به دیشان گفت چی؟ این است انسان. یهو خدا باز کرد گفته که ببین این انس، نگاه کن، این تو هستی، این بدنش که در اختیار ما گذاشت، میخکوب شد، تمام اعضای بدنش رو در اختیار ما گذاشت و همینطورم با این رفتار نشون داد پدر دوستت دارم، هر چیزی هست مال توست. زمانی که اینو دیدم که پولس میگه که این انسانه. عزیزان اگه عیسی مسیح نمی آمد، تو ایمان نمی آوردی، اینه وضع تو، آخرین خواهد بود. متوجه هستین؟ این انسانه، این تو هستی، این ما هستیم عزیزان. تاج خار روی سرمون، یعنی چیزی نبود که خدا با عیسی مسیح برای ما انجام نشده باشه، همه چی با بدنش انجام داده. نه اومده فقط سخن بگه، حرف بزنه، آخرش هم مثلا یه تیری کوچیکی بخوره بمیره. درد و رنج رو همه چی رو ما میدونیم، تعلیم‌ها رو شنیدیم، چه چیزایی
دریافت کردید، زمانی که بدن خودش رو نگاه می‌کنید، دستای خودش رو در اختیار ما گذاشت، آمد شفا داد، نجات داد، همزمان هم اجازه داد دستش یه میخی وارد بشه. چرا؟ چه میخ که وارد شده با این میخواست که دستای ما رو نجات داده که از این دست استفاده کنه برای این دنیا، برای آمدن پادشاهی خودش. این دست که میخکوب شد که این دست سالم بشه برای کار نیکو. پاهاش میخکوب شد، درد عظیمی است، میخکوب شد که پاهای ما رو باز خرید کنه که من در عدالت خدا راه برم. دردی نبود که اون نکشیده باشه. به این خاطر میگه استدعا میکنم بدنهای شما رو الان که عیسی مسیح بازخرید کرده از شیطان، شفا داده، الان به اختیار خدا بسپار. یعنی مثل که خدا میخواد به ما بگه اجازه بده من پاهای تو باشم، اجازه بده من دست تو باشم، این دستای خود، این پاهای خود، این زبان خودت به من بسپار، من میخوام اینو استفاده کنم، تو نمیتونی استفاده کنی. مرسی. خدا میگه که من پاهای تو هستم، من دستای تو هستم، من بازخرید کردم، من نمیخوام به من قرض بدی، من بازخرید کردم، مال منه، فقط اونقدر محبت من، عدالت من زیاده که به تو اجازه میدم داوطلبانه این کارو بکنی یا نکنی. فی‌الحقیقی دستا، پاها، چشم، هر چیز اعضایی که در بدن توست عزیزم مال عیساست، مال تو نیست و مال منم نیست. قبل از این که زمانی که این اعضای بدنهای خودمون زیر واقعا اسارت گناه بود، اونجا هیچ شانسی نداشتی عوض کنی یا کارایی انجام بدی، الان خدا که آزاد کرده، الان در اختیار خدا هستی، الان خدا عیسی مسیح نمیخواد تسلط داشته باشه، بگه این دستای من هستن، این پاهای من هستن. ما میدونیم و باور میکنیم، از حق جویان به شما تعلیم دادیم که خدا به ما حق انتخاب رو داد چون شبیه خدا خلق شدیم. تو هستی هر روز باید انتخاب کنی این دست رو برای چی استفاده کنی، این پاها تو رو کجا ببرن، این چشم چه ببینه و این گوش چه چیزایی بشنوه. تو میتونی استفاده کنی، فقط زمانی آگاه هستی که اینا باید سی میرفتن جهنم، پژمرده میشدن، فانی بود، یک روز بدن پر جلال خدا رو خواهی داشت به خاطر این تمام دردهای و عذابهای که عیسی مسیح کشیده. یعنی دعای من اینه برای خودم و برای ما، واقعا اگه واقعا باور میکنیم عزیزان که عیسی در ماست، اگه واقعا باور میکنی خلقت تازه هستی و عیسی در تو برحال ساکن، الان حاکم رو بگذاریم کنار، واقعا ساکنه، حداقل میتونی به اون جایی برسی که پس این بدن زمانی که این قلب مال خداست و خدا باز خرید کرده، تو متعلق به عیسی مسیح هستی، تمام اعضای بدن تو متعلق به او هستن. زمانی که متعلق به او میشن عزیزان گوش کنید، اون موقع قدرت خدا از دستا، پاها، چشما وارد میشه. ما با چشمای خودمون میخوایم بریم یه کارایی، با دستای خودمون میخوایم بریم یه کارایی انجام بدیم و اونجا انتظار داریم خدا معجزه‌ای انجام بده. خدا میگه نه، زمانی که من دست تو باشم
متعلق به من باشه، اون موقع هست که قدرت جاری میشه و خدا میخواد کلیسای ما رو به اون جای ببره که زمانی میگم که عیسی مسیح دوستت دارم، احساس به من احساس یعنی احساساتی نشیم که دوستت دارم، میده یک فضای ما وارد میشیم دیگه، مطمئن هستی با زندگی خودت دوستش داری. زمانی که خود عیسی مسیح پتروس رو پرسید، گفته آیا منو بیشتر از اینا دوست داری؟ من تو رو دوست دارم، برو گوسفندهای منو نگهداری کن. نگفته برو الان با زبان ها صحبت کن، گروه پرستش درست کنه، میدونه هزار تا بیره گوسفندهای من، گوسفندهای زیادی هست احتیاج به کمک دارن، بگذار من به وسیله تو برم گوسفندهای من رو نگه داریم. و همینطور مراقبت کنم. سه بار اینو پرسید، تو میدونی من دوستت دارم؟ دوست داری؟ پس برو محبت کن، رسیدگی کن، بنا کن، تسلی بده. از اون موقع هست که به هر حال محبت خدا اونجا جاری میشه. در عهد عتیق یک قانونی گذاشته بود، چون اونجا در یهودی هم اونجا هم برده های هم وجود داشتن که افراد خودشون رو میسپردن به ارباباشون، و اونجا خدا اونجا قانون رو گذاشته. ببین چه خدای مهربانی داریم. در این دنیا اصلا اینو وجود نداره. زمانی که برده هستی تا آخر عمرت برده هستی. اینجا میگه که 6 سال میتونه برده تو باشه ای آقایون، 6 سال میتونه برده تو باشه، 7th سال باید او رو چی کنی؟ باید او رو آزاد کنی. 7 چیه؟ چیز اعداد پادشاهی خداست، آزادیه. 7th روز، یک روز کلن در دنیا 7th روز خواهد بود که دیگه واقعا آزاد خواهیم شد از این اسارت شیطان. فقط اینجا میگه 7th روز باید اینجا در دوم در خروج باب 21، خروج 21 اینجا میگه که لیکن الان در 7th روز وارد شدیم، یعنی این برده الان 6 سال خدمت کرده و میگه که لیکن هرگاه آن برده بگوید که هر آینه آقایم و زنم و فرزند خودم دوست میدارم و نمیخوام که آزاد بیرون روم، یعنی الان به یه جایی رسیده میگه که الان من آزاد هستم، من میتونم الان برم زندگی کنم، زندگی خصوصی داشته باشم، دیگه برده نیستم. و میگه که زمانی خدا این امکان رو گذاشته، اگر این برده بگه که من واقعا آقایم رو دوست دارم و همینطورم زن و فرزندم اگه داشته باشه یا نداشته باشه دوست دارم و نمیخوام دیگه آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او رو به حضور خدا بیاورد و او رو نزدیک در میآورد و آقایش گوش او رو با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی میابد. یعنی زمانی که این شخص واقعا گفته که واقعا نمیخوام دیگه آزاد بشم، واقعا میخوام برده بمونم، و این الان داوطلبانه هست، قبل از این فروخته میشد، الان داوطلبانه هست، بعد از این به هر حال این آقایش ور میداره و یک نشونه میده که این شخص داوطلبانه میخواد برده من باشه. و به این میگن چی؟ غلام حلقه به گوش خوانده می شود یا غلام زرخرید. و الان همینطور هم باید اینطوری نگاه کنیم. این داستان میخواد به ما نشون بده که الان یه زمانی که برده شیطان بودیم، الان آمدیم، الان عیسی مسیح ما رو نجات داده، الان ما هستیم که ما میتونیم بدنهای خودمون رو عنوان قربانی زنده پسندیده داوطلبانه به اختیار خداوند بذاریم. این افراد میرفتن با یه گوشواره چی میگن؟ با یک حلقه. زمانی که با این حلقه میرفتن همه متوجه میشدن این یک برده ای هست که داوطلبانه چیز کرده، اربابش رو
داوطلبانه پیش اربابش میخواد بمونه. یعنی نشانه بود، هر جایی که میرفتن میدونست این برده بود، الان آزاد شده، فقط زیر آقایش اونجا زندگی میکنه. و این داستان زمانی که این موعظه رو آماده میکردم تو فکرم آمد که ما هم همینطور زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم نجات پیدا کردیم، حیات جاودانی رو داریم. الان میتونی بگی که من میتونم برم زندگی خودم رو انجام بدم؟ بعضی وقت بدن خودم رو به اختیار خدا بذارم، به او غرض بدم، یا میتونی بگی نه خداوند من رو ببر اونجا یک نشانهی من نشانه در من بذار که واقعا دیگه من مال تو هستم، و اینم نه به خاطر اینکه پاستور گفته، زن پاستور گفته، کسی گفته، نه من شخص من میخوام، چون آقایم رو عاشقانه دوست دارم. عیسی مسیح هم تقریبا این چیزایی که در عهد عتیق بود اینجا هم الان میگه که زمانی که ما خدمت میکنیم به عیسی مسیح، زمانی که خدمت میکنیم به عیسی مسیح معمولا چی میکنه؟ فکر میایم پیش خداوند، میگه که ببین الان خداوند شکرت میکنم، کارهای عظیمی کردی، چیز کردی، اونو کردی، و مثل اینکه الان میخوایم یه جایزه هم بگیریم، یا من آمدم اینجا موعظه کردم، چیز کردم، واقعا همه برکت گرفتم، الان خداوند جایزه من کجاست؟ یه کاری کردم برای خدا دیگه. زمانی که متعلق به خدا هستی اینو نخواهی گفت. اینجا عیسی مسیح خودش چی میگه؟ میگه که زمانی که رفتی یک غلام میره اونجا، یک الان در مورد ما صحبت میکنه، بعدش یه همچنان شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شده اید عمل کردید، گویید که غلام چی؟ بی‌منفعت هستم، زیرا که آنچه بر من واجب بود به جا آوردم. الان من میرم خونه، نمیگم که جایزه، میگه خداوند واقعا غلام بی‌منفعت بودم، از من یه چیزی ساخته نبود، تشکر میکنم از من، این بدن خودم رو، این چشم و این بد به اختیار تو گذاشتم که تو بیای برکت بدی، این کوچکترین چیزی بود که من میتونستم انجام بدم. مدال نمیتونم بگیرم الان، ببین چه کاری کردم. و الان نه فقط موعظه، نه شبان، از هر خدمتی، الان آشپزخونه هستین، تو غلام مسیح هستی، تو کاری کردی که بایدی انجام میدادی. یا انتخاب کن برو جو جهنم، الان کار خودت انجام بده. هر کاری که میکنیم خیلی خوب همدیگر رو تشویق کنیم، فقط دنبال تشویق نباشیم. مهم چیه؟ مهم اینه که با این خدمت افراد رو شاد کردیم، با این خدمتی که کردین کلیسا رو بنا کردین. الان آشپزخونه هست که غذا رو با اشتیاق، با محبت، با پرستش درست میکنین، میاین افراد اینجا میان با لذت میخورن. یا شادی تو این باید باشه دیگران شاد کردی، این جایزه توست. اینجا خدا من نگه آفرین، دنبال جایزه نباش. اگه همدیگر رو تشویق میکنیم، میگم مرسی مثلا ما رو این کار رو کردیم، ما تشکر میکنیم، میتونه بگه خیلی خوب بود، خیلی به من، فقط مهم اینه که کار خدا رو انجام داده باشم. آمین. زمانی که گذشته کلیسا رو که نگاه میکنم، این 20 سال 25 سال رو نگاه میکنم عزیزان که الان به اینجا رسیده، واقعا زمانی که نگاه میکنم یه معمولا نرمال، اگه منطقی فکر میکنم این کلیسای آلفا اومگا یه تقریبا 15 سال پیش باید بسته میشد، اونقدر اشتباهاتی کردم، اونقدر خرابکارایی کردم، اونقدر تصمیمای اشتباهی گرفتم. زمانی که نگاه میکنم ای خدا من چه کاری کردی تو، درم بسته میشه. میگم فقط فیض تو بود، از تمام اشتباهات من، تصمیمگیری‌های اشتباه من، از تمام قاطی پاتی های بعضی وقت می کردم، خدا اینو ساخته. فقط میتونم بگم خدا واقعا جلال بر نام تو. و این کارهایی که انجام میدیم از حق جویان، از هدف من، همه خدمتهایی که اینجا انجام میدیم، خدا میخواد بدونی که ببین این کاری که هست
خدمتهایی هست، چیزهایی هست که نرمال باید برای تو باشه. فقط زیباییش اینه که زمانی که در واقعا در بدن خودت رو عنوان قربانی زنده به دست خدا میسپارین، اینجاست که جلال خدا رو میبینی، اینجاست که کارهای زیبای خدا رو میبینی. یه تقریبا چند هفته پیش بود در مورد کنت زینسندورف، یک آقایی بود، یه منطقه تحت نفوذ یک کنت میگن دیگه، نه بود، اسمش زینسندورف بود، یک منظره خیلی بزرگی داشت. من یه دو ماه پیش موعظه کردم، الان نگاه کنین. و چون کارگر کم بود، خارجی های از کشورهای دیگه، یادم نیست کجا چیز کرد، پناهنده اوورده و شروع کردن به کار کردن. خودش هم مسیحی بود و اونجا توی این منظره‌ای که بودن، خونه چیزی داشتن، اونجا هر دفعه جمع می‌شدن، عشا داشتن، دعا می‌کردن، شفاعت می‌کردن. یهو یک بیداری عظیمی آمد، یعنی همه زندگیشون کلاً دگرگون شده بود. این پناهندهایی که اینجا بودن کارگر بودن. فقط زمانی که این روح القدس آمد، تقریبا یه چند سال طول کشید، گفتین که الان ما باید یه کاری انجام بدیم. ما الان اینجا توی این منظره هستیم، خدمت میکنیم. الان آمریکاست و همین زمین کشاورزی. از این گفتن چه کاری کنیم؟ آمریکا تو و همینطور هم آفریقا خودشونو فروختن عنوان برده، خودشون فروختن چون پول نداشتن، گفتن چطور میریم آمریکا؟ خودشون فروختن، برده شدن که برن تو آمریکا و اونجا شروع کنن انجیل رو پخش کنن. میتونی تصور کنی؟ آیا واقعا این محبت نیست؟ خودشون رو که آزاد بودن فروختن، برده شدن. این بیداریه که تو آمریکا به وجود آمده، خیلی زیاد از این زینسندورف بود، داوطلبانه. و این یه چیزی بود که تقریبا 25 سال پیش خدا به من صحبت کرده که این رویا رو به من داده، گفته من ایرانی ها افغانی ها رو تو آلمان خواهم آورد و بیدار خواهم کرد و اینا استفاده خواهم کرد که باعث برکت آلمان بشن. این ویزیون منه، یعنی ویزیون خداست. سال 1994 اینو گرفتم، تقریبا 25 سال پیش بود ما چیز کردیم که خدا میخواد از ما استفاده کنه که محبت خودش رو، فیض خودش رو و هر چیزی که داره برای آلمان، یعنی از طرف ما استفاده کنه که منتقل کنیم. این بدن تو که نجات پیدا کرده، خدا میخواد استفاده کنه که آلمان رو برکت بده. گوش کردین؟ و زمانی هم که به چیزم نگاه میکنیم، به پتروس، پولس هم نگاه میکنیم، پولس رو نگاه میکنیم، همینطور هم پتروس رو نگاه میکنیم، یعقوبوس رو نگاه میکنیم، یهودیا رو نگاه میکنیم، در رومیان باب 1:1 چی میگه؟ که پولس غلام یا برده عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. یا خود پولس که مقامی بزرگی داشت، گفته الان من غلام، یعنی اینجا ترجمه اصلیش که به شما میگم که بدونین کجا نوشتم، خداوند دولوس میشه برده. از ترجمه اصلیش اینه که پولس برده عیسی مسیح و یه برده ای که داوطلبانه برده شده، نظیر تسلط خداست. همون مثل همون چیز داستانی که در خروج کردم، برده مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل. و ما الان از تمام کتابای او استفاده میکنیم. همینطور هم عیسی مسیح خودش هم میگه هر که میخواهد در میانش ما مقدم باشه، غلام یا برده شما باشد.
و اگر من برده خدا نباشم، اگر خود بدنهای خودم نتونم به اختیار خداوند بذارم، هیچ موقع نمیتونم به شما خدمت کنم و برده شما باشم. آمین. به این خاطر الان میخوام دوباره از شما بپرسم عزیزان، عیسی مسیح رو دوست دارین و بدنهای تون متعلق به کیست؟ یه چیزی هست که خودتون باید جواب بدین. امید من الان از امروز اینه که از امروز با آگاهی زندگی کنین، که بدونین که الان این پاهایی که بعضی وقت فکر را میان، مثلا این پاها بری توی جاهایی هست که مثالی میگن گناهه، یا زمانی که کسی میشه پچ پچ میکنه، این گوشا مال کی هستن، چی میخوام گوش کنم، این زبان، زمانی که شروع میکنین صحبت کردن، بعضی وقت هم که اونقدر چی میگن پر حرف هستیم، دائما در حال حرف زدن هستیم، آیا واقعا اجازه میدی عیسی مسیح از دهن تو صحبت کنه؟ زمانی که توی جامعه زندگی میکنیم، در کلاس زبان هستیم، مدرسه هستیم، سر کار هستیم، میخوام اینو با آگاهی بدونیم، آیا واقعا دوست دارین عیسی مسیح رو با خودتون حمل کنیم و ببرین توی مکان؟ نه، عیسی مسیح الان توی خونه هست، اونجا دعای خودتو میکنی، همه کار رو انجام میدی، میگه عیسی مسیح باشه اینجا بمون، شب هم دیگه رو دوباره خواهیم دید، و میری اونجا کارهای خودتو انجام میدی، بعد از این برمیگرده میگه عاشقتم. عزیزان، خدا میخواد روش های فکرهای ما رو عوض کنه. این دنیا منتظر ماست، منتظر شماست، هامبورگ منتظر شماست عزیزان. اگه عیسی در توست، پس اجازه بده خودتو بسپار که او به وسیله بدن تو کار خودشو انجام بده. عیسی مسیح هیچ موقع از تو یک بردهی نمی کنه، خودتو برده او می کنی، اونجا جلال او رو خواهی دید. ما هم باید بدونیم که کلیسا سفارت عیسی بر روی زمین است. کلیسای آلفا اومگا سفارت عیسی بر این دنیاست. هامبورگ، همه کشورها یه سفارتی دارن، توی کشور دیگه، درسته؟ میخوام اینطوری درست متوجه بشی، این کلیسا همینطور میشیم خانه خدا، جامعه الهی، سفارت عیسی مسیح در این دنیاست. ما وصل شدیم به تخت عیسی مسیح، اقتدار از اونجا میگیریم. آمین. باور میکنید ما سفارت هستیم، سفارت روحانی، سفارت عیسی مسیح در این دنیا هستیم، که هر کسی که وارد میشه به این کلیسا، با روش، با عدالت، با رفتار، با محبت، با فیض خدا، خود عیسی مسیح آشنا بشه. این سفارته و ما همه کارگرای یا خدمتگزاران این سفارت هستیم. فقط فردی یا شخصی تو به عنوان فرزند، فرزند خدا، حامل عیسی مسیح در این جامعه جهانی هستی. اینو باید بدونی. تو باید بگی که من به عنوان فرزند خدا حامل عیسی مسیح در این جامعه جهانی هستم. من هستم که الان پیام مسیح رو میارم، باید ببرم بیرون. من هستم که انجیل مسیح رو باید ببرم بیرون.
بیرون. تو این سفارت ما یاد میگیریم با روش‌های خدا آشنا بشیم. اینجا تغذیه میشیم. اینجا روان درمانی میشیم. اینجا آزادسازی میشیم. همه چیزی که الان هست حضور خدا اینجاست که هر کاری که احتیاج از در شما انجام بده. فقط شما هستین که ما هستیم، منم توشم هستم، که باید بریم اونجا و عیسی مسیح رو به این دنیا حمل کنیم و ببریم. همینطور هم برای بشارت و همینطور هم برای کار رحمت، همون کاری که عیسی مسیح 24 ساعت در زندگی روزمره خودش انجام میداد، چه کاری میکرد؟ شفا میداد، آزاد میکرد، محبت میکرد، گناهشو میبخشید، خدمت میکرد، خدمت به انسان میکرد. درسته؟ عزیزان، این پیام خدا برای ما برای 2020، خدا میخواد کلیسامون برای این چیز استفاده کنه. دیگه نه جمع بشیم اینجا و بگیم دوستت داریم و توی هفتگی همینطور کم و پیش یه ملاقات هایی با خدا داشته باشیم. نه، خدا میخواد الان کلیسای ما رو بفرسته به این جهان. و سوال من امروز اینجا، آیا میخوای در محیط خود هر جایی که الان هستی حامل عشق عیسی باشی؟ یعنی عشق مسیح رو ببری به همون جایی که تو الان کار میکنی یا مدرسه یا کلاس زبان، هر جایی هست. آیا میخوایی حامل پیام انجیل در منطقه خود باشی؟ خدا به تو قدرت رو میده، اقتدار رو میده، همینطور هم که گفته که تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین به من داده شده. به این خاطر برین، به این خاطر همه چیز مال شماست، هر چیزی که شما احتیاج دارین و این بدنهای خودت رو استفاده کنین برای من. اجازه بده من به وسیله تو زندگی کنم در این دنیا. و اینجاست عزیزان جلال خدا رو خواهیم دید. و من مطمئن هستم عزیزان، من مطمئن هستم خدا کارهای بزرگی خواهد کرد. مطمئن هستم. کیا میخوان واقعا در این حرکت خدا شرکت کنن بدون اینکه خودت رو بسپاری، بگی این دستا مال خداست، این چشم از امروز به بعد، این گوش و هر اعضای بدن توست خداوند میخوام متعلق به تو بکنم، ببخش منو که فقط به تو قرض دادم، آخرش هم فخرم کردم که برای خدا کارایی کردم. فراموش کن، توبه کن، بازگشت کن و خودت رو بسپار. بگو به من یاد بده، باید یاد بگیریم. آمین. به این خاطر میخوام دعا کنیم. الان یک سرودی میخوام بخونم، اکثریت فکر میکنم بلد نیستین، چون این سرود شاید بگم یک بار در دو سال سه سال میخونم، چون سرود خیلی قوی هست. من نمیخوام یک سرودی فقط بخونم که خونده باشم. من میخوام فقط این سرودی که ما میخونیم، خودت هم دوست داریم میتونیم بخونیم، فقط من میخوام یک چیزی عزیزان، واقعا یک چیزی، تصمیمای جدی هست. خودتون چشمتو ببندید، واقعا بدونید که به دستایتو نگاه کنید، به پاهایتو، به گوشایتو، به برای کی استفاده، برای چی استفاده کردم، برای کی استفاده کردم، قلب من متعلق به کیه، این دستو متعلق به کیه. و بعد از این که سرودی که خوندیم دعوت خواهم کرد. و نمیخوام، برای برکت نیست ها، برکت نخواهیم گرفت، نه یعنی برای برکت بیاین مثل اشعیا نبی که لبیک خداوند من رو بفرست. بیا خداوند الان اینجا هستم با تمام ضعف، با تمام اشتباه، با تمام خرابکاری، هر چیزی، با توبه بازگشت میام، خداوند از من استفاده کن، یاد بده که بتونم هر اعضای بدنم در اختیار تو و عدالت تو بذارم. اینه، ما فقط میایم دعا میکنیم که این قدرت منتقل بشه که بتونین این راه رو برین. بعد از اینم دو ماه هم وقت داریم و خادمین که بیرون هستن دو تا کاغذای لیستای بهشون دادم و یه لیستی برای خدمت بشارت، یه لیستی از خدمت رحمت. ما از 2020 برنامه‌هایی گذاشتیم و خواهیم گذاشت برای بیرون رفتم از کلیسا که به هامبورگ خدمت کنیم.
و میخوام الان اینم بگم، زمانی که میایین اینجا ما برای شما دعا میکنیم، بعد از این میتونین برین اونجا توی لیست میتونین اسمتو بنویسین، شماره تلفن رو، یا میخواین در رحمت که محبت خدا رو ببریم. الان اگه میگی که آخ من محبت ندارم، نداری، اب نداره، بیا اینجا تصمیم بگیر خدا به تو این محبت رو خواهد داد، یا و باور کن. همینطورم رحمته و همینطورم بشارته. ما تعلیمایی خواهیم داد، آموزشایی به شما خواهیم داد، ما همینطور شما رو نخواهیم فرستاد. جلسه‌هایی می‌گذاریم و این جلسه اینطوری خواهد بود که این پاهای خودت رو ورداری، باید بری توی جلسه. این نیست که فقط فکر نکنه دعا می‌کنیم قدرت می‌گیری میری، نه، باید زحمت کرده، باید زحمت بکشیم، باید بیاییم، باید آموزش ببینیم، دعا کرده بشه برای شما، مشکلات شما حل خواهد بشه، بعد از این اقتدار بیاد روی زندگی شما. عیسی مسیح دو به دو شاگردانش رو فرستاد، هنوز هیچ چیزی ندونستن، گفتیم برین، و بعد از اینکه رفتن دیوها رو اخراج کردن، شفا دادن، انجیل رو پخش کردن. اون از روح القدس هم نداشتن. من مطمئن هستم عزیزان، به شما 100% مطمئن هستم که زمانی که گفتین من میخوام، همینطور خدا تو رو خواهد فرستاد. شاید از کلام کتاب مقدس خیلی زیاد اطلاع نداری، فقط قدرت داری برای شفا دادن، قدرت داری برای دیوها اخراج کردن. اینو باور میکنم. بعد از دعا، زمانی که تمام شد، بعد از این خودتون میتونین برین اونجا. یک بار اینطوری کردم، من اینجا لیستا رو اونجا نوشتم، اونجا خیلی هستن که اسماشون نوشتن، آخرش هم هیچ نتیجه هم ندیدم. فکر میکنم جلو بیاین اونجا احساساتی میشین، باید منم باید بنویسم. نه، بعد از جلسه اگه یادت مونده باشه برو اونجا اسمتو بنویس، تلفنت رو، بعد از این با تو تماس میگیریم، گروه رو آماده میکنیم، تو رو دعوت میکنیم. اگر میبینیم که واقعا اونجا خواندگی داری و خدا تو رو خوانده، اونجا تشویق میکنیم، بنا میکنیم و و و. آمین. پس متوجه